سلام، فراخانی فوری از طرف گروگان اروپا به دوستان و شهروندان فارزبان هر کجا که هستم. من این ویدیو کوتاه رو از داستان پناهندگی و اسارت خودم در یونان به زبان فارسی و برای دوستان و شهروندان فارزبان هر کجا که هستن منتشر می کنم و از اونها درخواست کمک و همکاری دارم. من انفر نیلوفری، مهندس عمران و متولد شرق کردستان که به مدت بیشتر از 15 سال است که در تبعید هستم. من از سال 2005 تا نیمه سال 2014 در جنوب کردستان اقامت داشتم، اما به دلیل اینکه حکومت اقلیم کردستان به خصوص حزب دموکرات کردستان عراق همراه با حزب دموکرات کردستان ایران بعد از به یکی کردن با دولت تروریستی ایران در جنوب کردستان زندگی من را به ثبات کردن، من برای بار دوم در نیمه سال 2014 به آوارگی و تبعید کشیده شدم. همانند بسیاری از پناهجویان دیگر از راه ترکیه و دریای اژه و به امید یافتن پناهندگی و یک زندگی با ثبات در اروپا خودم را به خاک یونان رساندم. سفر دریایی ما 12 ساعت طول کشید، در حالی که قاچاقبر ناانسان به ما گفته بود حداکثر نیم ساعت تا 1 ساعت طول خواهد کشید. من و 34 نفر دیگر در یک قایق بادی همه به کلی از زندگی ناامید شدیم. گفتیم که نجات پیدا نخواهیم کرد، اما به هر طریقی که بود رهایی یافتیم و به خشکی رسیدیم. در یونان به دلیل اینکه من نمیخواستم از راه غیرقانونی و از طریق قاچاقبر خودم را از این کشور نجات بدهم، به هر طریقی که بود به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان UNHCR مراجعه کردم تا اطلاعات موثقی در مورد راهکارهای قانونی که به من اجازه بدهند خودم را از یونان نجات بدهم و به کشورهای دیگه اروپایی برسانم و آنجا به طور دائم مستقر بشوم دریافت کنم. اینجا به من گفتن که باید در این کشور خودم را معرفی و ثبت نام کنم، کیس بدم و اگه قبول شدم مدارک سفر بگیرم و بعد از آن به هر کشور اروپایی که خواستم برم و اونجا دوباره درخواست اقامت بدم و به طور دائم مستقر بشم. اگرچه خیلی به طور واضح و علنی هم در مورد قانون دابلین ازشون سوال کردم، اما به من گفتن که یونان شامل قانون دابلین نمی شود و این قانون در حال حاضر برای این کشور معلق است. مردم اروپا بسیار مردم خوبی هستند، خیلی انسان هستند و می فهمن وضعیت یونان چقدر خراب است و کسی رو به این کشور بر نمی گردونن. بعد از 10 ماه انتظار و گرفتن مدارک سفر و رسیدن به کشور سوئد و 3 ماه انتظار هم آنجا در کمپ های پناهندگی، اداره مهاجرت سوئد من رو دوباره به یونان باز پس فرستاد. اداره مهاجرت سوئد دقیقا من رو در اون موقع به یونان دیپورت کرد که همه مرزها باز بود و مردم به آسانی و قانونی کشور یونان رو به مقصد کشورهای دیگه اروپایی به خصوص به آلمان ترک می کردن که بتونن اونجا درخواست پناهندگی بدن. اگرچه اداره مهاجرت سوئد ادعا می کند که من رو بر اساس قانون دابلین به یونان دیپورت کرده است، اما از آنجا که قانون دابلین در آن موقع برای یونان به تعلیق در آمده بود، دیپورت من به یونان غیر قانونی بود. در حقیقت اداره مهاجرت سوئد به این دلیل من رو به یونان دیپورت کرد که من برای رسیدن به کشورشان به قاچاقبر پول ندادم. بعد از دیپورت من به یونان در سپتامبر سال 2015 و تا این لحظه من به صورت پیوسته و مدایم در این تلاش بودم که از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در کشور دیگری خارج از این اتحادیه اسکان مجدد یابم. اما به مدت 1.5 سال یعنی تا مارس سال 2017 من هر موقع به دفتر این سازمان مراجعه کردم، آنها برای من پلیس صدا زده و من رو به بازداشتگاه فرستادن. به همین دلیل در 21 مارس سال 2017 و از طریق یک ایمیل من به آنها اطلاع دادم که من اینجا جلوی در سازمانشان اعتصاب غذا می کنم. اعتصاب غذای من در ابتدا 64 روز طول کشید و از اون موقع تا به حال که بیشتر از 3 ماه است اعتصاب من جلوی در این سازمان ادامه دارد و الان هم روز 49 است که من اینجا دوباره برای بار دوم اعتصاب غذا کردم. اینجا خیلی به من زور میگویند،
من رو به مدت 6 ساله که به گروگان گرفته و از همه چیز به کلی محروم کردند. 5 بار چادر من رو با همه چیز به کلی مفقود کردند. 5 بار من رو به زندان انداختند. 23 بار من رو به دادگاهی کردند. صدها بار برای من پلیس صدا زده و موقتاً به بازداشتگاه فرستادند. اینترنتم را قطع کردند. همه تلفن‌های من را ازم گرفتند و بارها و بارها به من اهانت کردند. و همچنین به مدت 6 سال است به صورت مستمر و روزانه من را تحقیر و شکنجه می کنند. و الان هم می خواهند من را از گرسنگی هلاک کنند و نذارند کسی هم ازش اطلاع پیدا کند. آنچه که اینجا بر سر من آمده بر سر هیچ کس نیامده است. اینجا نه با من حرف می زنند، نه جواب تلفن و ایمیل های من رو می دن، نه به من می گن که من اینجا پرونده دارم یا نه، نه به من می گن که اونا در تلاش برای حل مشکل من هستن یا نه. هر روز از جلوی من رد می شن، انگار که من رو نمی بینن، چشم ندارن و به کلی کورن. چرا دارن با من این کارو می کنن؟ چه برنامه ای واسه من چیدن؟ بهشون پول دادن، رشوه گرفتن که با من این کارو بکنن؟ من چطور میتونم اینجوری زندگی کنم؟ مگه نمیدونن که اونا مالک من نیستن و منم برده اونا نیستم؟ مگه نمیدونن که من اینجا پناه نخواستم که هم پول بدم و هم عذاب بکشم؟ مگه نمیدونن که اونا حق ندارن واسه زندگی من تصمیم بگیرن یا به من بگن کجا باشم، چه باشم و چگونه زندگی کنم؟ اونا باید در اسرع وقت عذرخواهی کنن، به من خسارت بدن و بذارم برم. و من اینجا از طریق این ویدیو و این کانال از شما خواهشمندم، هر کسی که این رو میبینه یا میخونه لطفاً فریادرس ما باشید، به کمک ما بیایید. همین الان اینجا دارن زنده من رو میکشن، این جنایت رو ازشون افشا کنید. پس فیسبوک پست های من رو به صورت دائم و مستمر به اشتراک بذارید و هر کار دیگه ای هم که میتونید انجام بدید لطفاً دریغی نکنید و کمک کنید این عذاب بی پایان خاتمه پیدا کند. این یک فراخوان اضطراری است، فریادرس ما باشید. بسیار تشکر. انور نیلوفری، دوشنبه 10 آگوست سال 2020.